بچه ها مجدد سلام. ساعت تقریبا شده 10:50 شب. آقای سهراب درفشی که اصلا صورتشو میبینید انرژی ازش میباره، 2 ساعت هم اینجا خداوکیلی حسابی حریف. یار تمرینتون اسمش یادم رفت، تو با هم داشتید بازی میکردید، باره، یعنی خداوکیلی یه جوری با آریا بازی میکردن، من گفتم کاش من تو زمین بودم. حسودیم شد. چه خبر؟ سلامتی قربان شما. مرسی، ممنون. تمرینات چطور پیش میره قربان؟ تمرینات خدا شکر خوبه. بچه‌ها کم کم دارن به اون مرز آمادگی که مد نظر مربی خودمون بوده میرسیم. و اینکه ایشالله یه 9 روز یا 10 روز دیگه عازم دبی هستیم و ایشالله که تو مسابقات کوالیفای بتونیم موفق باشیم. به نظر تو کوالیفای کار سختی جلوی ژاپن و سنگال اینا داریم یا نه خیلی 100% میتونیم از پسشون بر بیاییم بریم دور بعد؟ ببین ما اونجا 5 تا حریف داریم. آره. که احتمال خیلی زیاد به صورت 2 تا گروه 3 تیمه بازی میکنیم و کارمون یه مقدار سخت است، به خاطر اینکه یه تیم بیشتر از اون بین 6 تیم نمیاد تو مرحله نهایی. آره، یه ذره حساسیت داره توی یه ذره کارمون سخته، منتها ما خیلی امیدواریم، خیلی امیدواریم. الان داریم حریفا رو آنالیز میکنیم، بازیاشون رو میبینیم و اینکه ترکیبا رو ببینیم چجوری بچینیم و اینا خیلی تاثیر داره، مهمه و ایشالله که میبریم. پس شرایط کلی تیم هم خوب ارزیابی میکنه؟ 100%. بله، چون من پرسیدم از مربی تیم، سرمربی هم آسیب دیگه خاصی نداریم؟ یک دو تا سر نه، بالاخره خب یه سری چیز جزئی هستش که بعده که حل میشه تا چند روز آینده، این چیز نگران کننده ای نیست. درسته. اولین بار کی رفتی سراغ پدل؟ من حقیقتش از سال 96 پدل شروع کردم، زمینای پدل باشگاه انقلابی که FGB آره به صورت جدید ساخته شد، قبلشون هم توی همون محل زمینای آسفالت بود. جدید که ساخته شد دیگه ما اومدیم سراغ پدل و کم کم مستقیما از همون دوره مسابقاتش برگزار میشد و مسابقات هفتگی و دوره‌ای داشتیم. بله، من از بچگی تنیس بازی می‌کردم، ردای سنی مقامم تو ردای سنی زیاد دارم. پس زیر ساخته تنیسه؟ آره، اکثر بچه‌ها خب پیشینه تنیس دارن که اومدن حال تو پدل هم موفق شدن. به نظرت اگه بپرسم که تنیس جذاب‌تر یا پدل، سوال درستیه؟ ببین هر کدوم جذابیت‌های خاص خودشو داره. خب پدل یه خوبی که داره برای عوام خیلی بهتره، فانتره، راحت‌تر میتونن یاد بگیرن، بازی به صورت 2 نفره است. و اینکه مثلا تو تنیس رو شاید چند سال یه نفر بازی کنه و نتونه لذت کافی رو ببره از بازی با پارتنر خودش، ولی تو پدل راحت توی 10 جلسه 20 جلسه راحت میتونه یه جوری بازی کنه که توی تیم خودت توی هر ساعتی، حالا نمیتونه مثلا تو ساعت بچهای ما بازی کنه، ولی خب تو هر ساعتی میتونه لذت ببره بازی. آقا نسق و کشته گفت تو ساعت بچهای ما ولی خب بیام بازی کنم، بریم یه مربی خوسی بگیریم. آقا به نظرت چه فاکتوری میتونه سرعت رشد پدل ما رو زیاد بکنه الان تو حال حاضر؟ رشد پدل ایرانو؟ آره. خب مهمترین چیزی که هست تعداد زمین هاست، که خب ما خیلی محدودیت داریم نسبت به الان حریفایی که داریم اونجا قرار باشون بازی کنیم. خب خیلی تعداد زمین های بیشتری دارن. درسته. مربی های بیشتری دارن، مربی از مثلا اسپانیا، آرژانتین میان بازشون آموزش میدن، ولی خب با این حال ما هم خوبیم دیگه، اونجوری نیست که ما هم پس دسته بسته باشیم. فاکتور اولیه سخت افزار از دیده تو. دقیقاً. هرچی تعداد زمین ها امکانات بیشتر باشه، خب طبیعتاً میتونیم هم تیم ملی قوی تری داشته باشیم، هم تعداد بازیکنه خیلی بیشتری بتونیم بدیم. تاپ توی پدل از دیده تو دنیا کی هم که با بازیشون حال میکنی؟ تو دنیا خب رنکینگی الگالان الان از همه بالاتر، گالان و لبرون از همه بالاتر. آره نه، تو ذهن تو میگی آقا من مثلا کاری با رنکینگ دنیا نرم. کسی که من خیلی دوست دارم لمپرتی رو خیلی دوست دارم. خب. سنش هم زیاده یه خورده، یعنی 40 هم رد کردم. آره. و عرضم به حضورتون پاکیتو رو خیلی دوست دارم. 40 رد بشه سن زیاده، خدا رو خوش. نه برای ورزش حرفه‌ای، وگرنه که خب سن زیادی نیست. خب ابن آقا دست درد نکنه، برات آرزوی موفقیت میکنم. ان شاء الله که دست پر برگردیم و آره دست پر برگردیم، بعد بشینیم حسابی سر این داستان که چی شد چه جوری تیم‌ها رو از خجالتشون در اومدیم با هم صحبت کنیم. ان شاء الله. اگه نکته ای از قلم افتاده بگید من در خدمتتونم.